این داستان افغانستان. منتظر تاکسی بود تا خودشو به دانشگاه برسونه. هوا گرم بود و ازدحام تهران کلافش کرده بود. با خودش همه موارد رو مرور میکرد. یه عمر برای چنین روزی زحمت کشیده بود و حالا روزی بود که باید نتیجه میگرفت. دلشوره عصبیش کرده بود. یه تاکسی اومد و جلوی پای خانومی که کنارش ایستاده بود توقف کرد. سعید گفت خانم امروز برای من روز مهمیه. اگه دیر برسم زحمت یه عمرم خراب میشه. میشه لطفا اجازه بدید من سوارشم؟ زن با بی‌تفاوتی نگاهی کرد و گفت منم کار دارم و با سرعت سوار شد. اما از صندلی جلو خانم جوانی پیاده شد و گفت آقا من عجله ندارم. لطفا شما بیایید بریم. سعید تشکر کرد و سوار ماشین شد. در طول مسیر اضطراب راحتش نمیذاشت. اما این تمام ماجرا نبود و مدام صحنه خواستگاری سه هفته پیش از خیالش عبور میکرد. یک شکست باور نکردنی، اونم تو این حال و اوضاع. صدای زنگ موبایل اونو به خودش آورد. سیمین بود. جلوی در دانشگاه به راننده اشاره کرد که پیاده میشم. بوی تند گاز اشک‌آور همه جا پیچیده بود. خیابون شلوغ بود و دانشجوها توی دانشگاه و نیروهای دولتی بیرون در. قوقایی بود. اصلا انتظار چنین صحنه‌ای رو نداشت. مونده بود چی کار کنه و چجوری وارد دانشگاه بشه. اینکه اصلا جلسه دفاعی برگزار میشه یا نه. با خودش گفت خدایا چرا شانس من اینجوریه؟ بعد مسیرش رو عوض کرد و از در غربی وارد دانشگاه شد. دانشکده علوم انسانی دست کمی از بیرون نداشت. سراسیمگی و آشفتگی اولین چیزی بود که به چشم می‌خورد. ته سالن مدیر گروه جامعه شناسی رو دید. دکتر فرزانه با ریش پروفسوری و خیلی خوشپوش. تا چشمش به سعید افتاد با دست اشاره کرد. یعنی بیا جلو. بعد گفت سعید جان جلسه برگزار نمیشه، هفته دیگه با من تماس بگیر. اوضاع اونقدر به هم ریخته بود که سعید هیچ دلیلی ندید که بپرسه چرا. از یه طرف خوشحال بود که دفاعیه برگزار نمیشه چون آمادگیشو نداشت، از طرف دیگه هم بالاخره عقب میافتاد. اما با تمام این حرفا وقتی از دانشکده خارج شد نفس راحتی کشید و به سمت کافه پاتوقش حرکت کرد. جای دنج و راحتی که حس خوبی بهش میداد. خوشبختانه میز همیشگیش خالی بود. همینطور که نشسته بود و به بیرون نگاه میکرد یاد حرفای 4 ماه پیش سیمین تو همین کافه پشت همین میز افتاد. سعید ما بدون چی کنم؟ چقدر بدبخت هستم. عالی که من از افغانستان هستم و تو ایرانیستی یک طرف. به پدرم چه قسم بگویم که تو عیسوی شدی؟ میفهمی یعنی چی؟ یعنی باید فاتحی تو و تمام آرزوهای من بخوانم. سلام آقا، آب پرتقال همیشگیتونو بیارم؟ سعید به خودش اومد و به گارسون نگاه کرد. بعد چشماشو بست و به علامت موافقت سرشو تکون داد. خب به بابات نگو. چی میشه اگه نفهمه؟ نفهمه؟ تا کی؟ چطیات نگو سعید، بالاخره میفهمه. چطور نکاح کنی؟ بفرمایید نوشه جان، خانم نیومدن امروز؟ با لبخندی گفت نه خوشبختانه امروز تنهام. گارسون لبخندی زد و دور شد. سعید یک چیز بگو، نمیخوایی امرایم زندگی کنی؟ تو بدون ما خوشحالی؟ مرد باش، تصمیم آخرت را بگیر. یک کار کو، من را دوست نداری؟ صدای شریک گلوله ها که از فاصله دور به گوش می رسید سعید را دوباره به خودش آورد. مقداری پول از کیفش در آورد و روی میز گذاشت و از کافه بیرون اومد. وضعیت عادی نبود. همه جا به هم ریخته بود. بالاخره به خونه رسید و خودش روی تخت انداخت و کمی بعد به خواب رفت. نزدیک به 3 هفته پیش همراه خواهر و مادرش به خواستگاری سیمین رفته بود. پدر سیمین که تمکن مالی خوبی داشت و مدرک دکتراش از دانشگاهی در آلمان در رشته پتروشیمی گرفته بود، به شدت با این ازدواج مخالف بود و بهانه‌اش هم مهاجرتشان به دبی بود. ساحل خواهر سعید با سینی چای وارد شد و کنار تخت سعید نشست و گفت سیمینه؟ سعید گفت آره خواهرم. ببین داداش،
عشق پیچیدگی‌های خودش رو داره. باید صبوری کنی. اما اگه هم نشود، زمین به آسمون نمیاد که. باید دل به خواست خدا بدی. اصرار منو برای رسیدن به حسام عبرت خودت کن. دیدی آخرش چی شد؟ کاش که اونقدر پافشاری نمی کردم. عشق چشمامو کور کرده بود و هیچی نمی فهمیدم. کاش که از تجربه دیگران استفاده می کردم. مامان خیلی نگرانته. منم همینطور. نگران اون دختر بیچاره هم هستیم. اما خودت شاهد بودی که ما تمام تلاشمونو کردیم. اما الان مهم اینه که تو راه خودتو پیدا کردی و مطمئنی که درسته. شاید خدا میخواد ایمان تو رو امتحان کنه. به قول خودت که صلیب تو برداشتی و پشت عیسی راه افتادی. پس نباید از این راه برگردی. حتی اگه هزار تا بله سرت بیاد. یادته خودت از کتاب مقدس اینو باستم خوندی. به سبب آنچه که خدا برای زندگیتان طرح‌ریزی کرده است شاد باشید. زحمات را تحمل نمایید. همیشه دعا کنید. رومیان 12:12. اینو گفت و از اتاق خارج شد. سعید که انگار جرقه‌ای در ذهنش زده باشن کتاب مقدس رو آورد و آیات صبر رو جستجو کرد و خواند: باشد تا خدایی که عطا کننده صبر و دلگرمی است به شما کمک کند تا با هم در صلح و صفای کامل زندگی کنید و نسبت به یکدیگر همان طرز فکری را داشته باشید که مسیح نسبت به انسان‌ها داشت. رومیان 5:15. شام تقریبا تموم شده بود و ساحل داشت میز رو جمع میکرد که تلفن سعید زنگ خورد. سیمین بود.